سلام، خوش اومدین به چنل یوتیوب من. این اولین ویدئویی که میخوام بذارم توی این چنل و اینکه سوال جوابه. پس سابسکرایب کنین، لایک کنین و همین دیگه. خب من به شما گفته بودم که توی اینستا سوالای خودتون رو بپرسین تا من اینجا جواب بدم. پس بریم. نوشته که من نمیشناسمت، یه بیو بده. خب من نیکام، 21 سالمه، اصالتا اصفهانیم ولی اومدم آمریکا زندگی میکنم. رشتت چیه؟ خب من میخوام دندون پزشکی بخونم، اما اینجا برای اینکه دندون پزشکی بخونی باید قبلش 4 سال یه لیسانس علوم پایه داشته باشی. من الان سال سوم از اون 4 سال اولم، ولی خب میرم دندون پزشکی بعد اینکه این تموم شد. چطوری رفتی آمریکا؟ من تازه اومدم توی پیج. بیشترین سوالی که بود همین بود که من چجوری رفتم آمریکا. راستش رو بخوای من با ویزا اینا نیومدم، من گرین کارت دارم. چون که چجوری گرین کارت گرفتم هم این که بابام قهرمان آسیا بوده قبلا، بعد یه چیزیه که مثلا آمریکا به کسایی که قهرمان آسیا بودن یا حالا مثلا توی رشته های خودشون هنری، نمیدونم سینمایی، همه چی هنری، نمیدونم ورزشی، همه چی، وقتی خیلی خیلی تاپ باشی، مقامات بین المللی گرفته باشی، میتونی بیای آمریکا. پس اونجوری اومدم. چند وقته اونجا؟ من اولین باری که اومدم آمریکا کلاس 4 بودم، اما خب نموندم. یه بار 18 سالگی اومدم که بمونم، بعد کرونا شد برگشتم دوباره و 2 سال پیش اومدم که دیگه کامل موندم. بورسیه‌ای من اینجوری نبودم که از اولش مثلا بورسیه بگیرم، اما بعدن که اومدم یه ترم خوندم و نمرتم خیلی خوب شد، برای بورسیه های مختلف اپلای کردم و گرفتم. باشگاه هم میری؟ بعضی موقع ها. نوشته که تنهایی سخته. راستش بستگی به خودتون داره خیلی. من مثلا آدمایی رو میشناسم که خیلی براشون سخته، ولی خب برای من اونقدر تنهایی سخت نیست. واقعا به نظرم بستگی به آدمش داره. آمریکا بهتره یا ایران؟ بستگی داره چی بخوای. اگه میخوای با دوستات باشی و خوش بگذرونی و این چیزا، ایران واقعا بهتره. ایران به من خیلی بیشتر خوش میگذشت. اما اگه مثلا میخوای پیشرفت کنی، زندگی مثلا از نظر چی میگن؟ اقتصادی بهتری، زندگی اقتصادی بهتری داشته باشی، چیزا هی گرون نشه، هر روز که پامیشی اخبار بد نبینی، اینجوری آمریکا از این نظر رو بهتره. دوست پسر داری؟ نه. تو ایران چه رشته‌ای میخوندی؟ من که توی ایران دانشگاه نرفتم، دبیرستان درس میخوندم، تجربیم بودم. ولی خب اینجا که بیای کاری به این ندارن که مثلا دبیرستان چی خوندی. برای زندگی توی آمریکا باید پولدار بود تا مهاجرت کرد. ببین واقعا اگه مثلا چند وقت پیش بود، چه میدونم 2-3 سال پیش بود، بهم گفتم نه مثلا حالا زیادم نباید پول داشته باشی و فلان و اینا. اما الان به نظرم کسی که میاد آمریکا باید یه پشتوانه مالی داشته باشه، اگر بورسیه نیستی. اگر بورسیه هستی بهت پول میدن که خیلی هم عالیه، میای اینجا هم خرج زندگی تو میدن، هم به خودت پول میدن، اون کاملا فرق داره. ولی اگه بورسیه نیستی، همینجوری مثلا میخوای خودت با خرج خودت پاش بیای اینجا، برای اولش باید این پشتوانه مالی داشته باشی تا اینکه کار پیدا کنی، مثلا روال کار دستت بیاد، این چیزا. بعدش هم که کار پیدا کردی که کار میکنی خودت دیگه. نوشته که تا حالا به بازیگری فکر کردی؟ اتفاقا من خیلی دوست داشتم بازیگر بشم، ولی خب هیچ موقع نشد. کلاساتون چطوره؟ کتاباتون بیشتر چه مباحثی رو پوشش میده؟ شما مثل ما علوم پایه میخونین؟ آره، همونجور که گفتم ما 4 سال علوم پایه میخونیم. بعد اولش چیزاییه که توی دبیرستان خوندی، چون که توی دبیرستان اینجا نخوندن، سطحشون پایین تر از دبیرستان ایرانه. چیزاییه که توی دبیرستان خوندی، ولی خب مثلا الان سال من و سال دیگه 2 سال آخر اون علوم پایه هاییه که توی پزشکی و دندون پزشکی ایران بهتون یاد میدن. ایران بودی؟ کدوم شهر بودی؟
اصفهان. برای آزمون تافل چیکار کردی؟ راستش من از بچگی میرفتم کلاس زبان، از وقتی خیلی بچه بودم، الان مامانم میاد میگه 2 سال و 8 ماه، از بچگی میرفتم کلاس زبان، بعد خب همینجور ادامه میدادم، میرفتم فیلم میدیدم، همه کار میکردم دیگه، ولی کلاس مثلا تافل نرفتم برای آزمون، چون که من اصلا قرار نبود تافل بدم، راستش قرار بود برم کالج. بعد تا رفتم و اینا استاده گفت که بابا مگه اسکولی میخوای بیای کالج؟ تو مثلا معدلت کامله، بیا برو دانشگاه. بعد امتحان دادم و تافل دادم و در عرض مثلا 2 هفته 3 هفته اینا تافل دادم و تونستم مثلا بگیرم اون نمره که میخواست. و چون که میگم از قبل همینجور هایی میرفتم کلاس، ولی فیلم ببینین، فیلم خیلی تاثیر داره. لبا تو فیلر زدی؟ نه، لبام ژنتیکی. نه، من هیچ جا فیلر نزدم، ولی بعدن شاید زیر چشامو فیلر بزنم. تولدت کیه؟ تولدم توی مرداده. چطوری استارت زدی پیج پابلیکتو؟ من قبل از این پیج یه دونه پیج دیگه داشتم، مثلا فکر کنم 16-15 هزار تا فالوور داشتم و این چیزا. بعد من از وقتی یادم میاد پیجم پابلیک بوده، همیشه اصلا پرایوت اینا نبوده، چون همیشه دوست داشتم در مرکز توجهات باشم، همیشه پیجم پابلیک میذاشتم، چون که خیلی خوشم میاد توی مثلا سوشال میدیا اینا کار کنم. واسه همین از اول پابلیک بود و گلنم که فالوورام یهو رفت بالا. خواهر یا برادر داری؟ نه. نوشته 3 سال پیشی کراش داشتی، چی شد؟ بذار نگم واسهت. نوشته خونه ای که توشی مال خودت، کاش مال من بود، کاش. حالا زیادم خوشگل نیست که حالا مال من باشه، ولی بالاخره بعضی هیچیه. قدت چنده؟ وزنت هم میشه بگی؟ نگه من رو بخرین. قدم 1.66، وزنم هم وقتی ایران بودم 49 کیلو بود، اما الان 56 کیلوه. چرا انقدر کم ویدیو میگیری؟ بابا همه تازه دارم به من میگن ویدیوهای مسخره چیه میذاری و فلان و هی منو ناراحت میکنن. معلومه که کم میذارم، میخوام بیشتر فروش بکنم. نحوه درس خوندن اونجاست چطوریه؟ سخته؟ نمره گرفتن تدریسشون چطوریه؟ ببین، نحوه درس خوندن اینجا مثل دبیرستان ایرانه، یعنی مثل دانشگاه نیست. اینجوری نیست که تو یه دونه میان ترم بدی یه دونه پایان ترم، حالا مثلا بعضی رشته ها مثلا یه پروژه چیزی هم داشته باشن. اینجا اینجوری نیست، اینجا اینجوریه که تو هر هفته کویز داری، 3 تا میان ترم داری، یه دونه پایان ترم و یه عالمه تکلیف، یه عالمه. بعد دیدی مثلا ایران توی دبیرستان میگن اوکی اگه مثلا امتحان آخرت خوب باشه، البته بعضی دبیرا امتحان آخرت خوب باشه مثلا همون نمره آخر میذارن. اینجا اصلا اینجوری نیست، حتی امتحاناتو 100 بگیری تکلیفاتو انجام نداشته باشی، نداده باشی، بهت نمره نمیدن. خیلی سخت نمره میدن اتفاقا. بعد بعضی از دانشگاه‌ها که خیلی خیلی سخت‌تر. به نظرم اینجا مثلا توی دانشگاه خیلی باید بیشتر درس بخونی، خیلی خیلی. بشته که از آشپزی کردنت هم کلیپ بذار، از همه چی بذار دیگه. حالا من که آشپزی نمی کنم، اما هر موقع کردن چشم. از بچه ها خوشت میاد؟ نه، ببخشید، باشون بد نیستم ها، ولی اینجوری نیستم که وای بچه قربونت برم، اصلا اینجوری نیستم، ولی عوضش گربه و سگ میمیرم، میمیرم واسه شون. چرا گربه نداری؟ چون که حساسیت دارم به گربه و الانم خیلی کار دارم، وقتی کارام کمتر شد یا ذره مثلا استیبل شدم دیگه، دانشگاه کامل مشخص شد، مدرکم و اینا رو گرفتم، حتما میگیرم با اینکه حساسیت دارم، ولی خیلی دوست دارم. آها، سر کار میری چه کاری؟ ببین، من اول که اومده بودم اینجا توی کتابخونه دانشگاهمون کار میکردم، چون که اینجا توی دانشگاه کارهای مختلف هست که دانشجوها میتونن انجام بدن. من توی کتابخونه بودم،
بعد اومدم رفتم شادوین، همین دکتری که میرم پیش شادوین خیلی من دوست داشت و اینا، گفت که بیا مثلا کارهای دفتری مو انجام بده و این چیزا. بعد من گفتم اوکی، ولی خب هر روز نمیرم چون که خودش مثلا در جریانه، میخوام امتحان بدم و این چیزا. خلاصه کارهای دفتری اونم انجام میدم، توی تیک تاکم کار میکنم چون تیک تاک پول میده به آدم وقتی ویدیو میذاری، برعکس اینستاگرام. البته اینستاگرام هم میده ولی واسه من هنوز باز نشده. بعد با برندهای مختلف کار میکنم توی اینستاگرام و تیک تاک، از اونجا پول در میارم. و اینکه معلم اضافه ریاضی هم هستم، ولی خب نه هر روز، هر وقت بخوام. نوشته که تو درس و دانشگاه نداری، همش اینجایی. ببین من یه چیزی که خیلی خوبه در موردم، شاید تنها چیز خوبم باشه، اینه که خیلی زمان بندی و برنامه ریزیم خیلی خوبه. یعنی همه کاری من میتونم بکنم، همه کاری من میتونم بکنم چون که خیلی خوب برنامه میریزم و این نقطه قوت منه واقعا. بازم به همه کارم میرسم. تو نیویورک زندگی میکنی؟ کاشکی خواهر، کاشکی یه روز. تو دانشگاه با نمرات دانشگاه میتونیم اپلای کنیم. ببین برای هر مثلا چیزی که میخوای اپلای کنی، هر مقطعی که میخوای اپلای کنی، بعد نمرات قبل از اون مقطع رو بفرستی. مثلا اگه با فوق لیسانس میخوای بیای، بعد لیسانس رو بفرستی. واسه لیسانس میخوای بیای، دیپلم رو بعد بفرستی. اینجوری میشه راجع به آب و هوا هم بیشتر توضیح بدی نسبت به اینجا سردتره؟ ببین اینجایی که ما هستیم، لس آنجلس، که خیلی گرمه هواش، یعنی خیلی گرم نیست ولی خب مثلا سردم نیست، خیلی معتدله، مثلا نه زیاد سرد میشه نه زیاد گرم میشه. اما خب آمریکا خیلی بزرگه، از اینجا تا لس آنجلس با پرواز 5 ساعت راهه. توی میگم از اینجا تا لس آنجلس چی دارم میگم؟ از اینجا تا نیویورک با پرواز 5 ساعت راه. بعد نیویورک خیلی سرده، خیلی مثل کانادا تقریبا، مثل تورنتو، و خیلی سرده. ولی اینجایی که من هستم نه، سرد نیست. آخرین سوالم جواب بدم دیگه برم سر کار. دوباره ایران برمیگردی؟ نمیدونم، شاید یه روزی. من ایران خیلی دوست دارم، خیلی خیلی، و شاید. مرسی که این ویدیو رو دیدین. اگر سوال شما رو جواب ندادم خیلی خیلی ببخشین، چون که سوالا خیلی زیاده، الان حتی نصفش هم نخوندم ولی برم سر کار، وقت ندارم. ولی یه بار دیگه باکس میذارم، اگر سوالاتون رو جواب ندادم اونجا بنویسید برام که بتونم توی ویدیو قسمت 2 جوابتون رو بدم. دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه اینستاگرام منو هنوز ندارین، بریم فالو کنین، اینجا میذارم واسه تون. و اینکه مراقبت کنین. بای بای.